مهمان من سالها پیش به مشهد رفت تا در دانشگاه فردوسی اونشهر زبان و ادبیات فارسی بیاموزد. زبان را آموخت، اما به جای ادبیات سنتی به ادبیات مردم روی آورد و شیفته افسانه‌های ایرانی شد. امروز که او یکی از پژوهشگران مرکز جهانی افسانه‌های دنیا در شهر گوتینگن آلمان است، رابطه افسانه و واقعیت را در جامعه ایران چگونه می‌بیند؟ پروفسور اولریش مارزورف، به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. پروفسور، شما یکی از پژوهشگران مرکز جهانی افسانه های دنیا در شهر گوتینگن آلمان هستید. چرا اصولا یه همچین مرکزی لازمه؟ چرا باید افسانه های دنیا جمع بشه؟ ببینید، اون جواب به این مسئله خیلی وسیعه. اول باید گفت که پژوهشگران و متخصصین در زمینه قصه شناسی بین المللی معتقدند که قصه کم و بیش زادگاهی داره. زادگاه قصه کجا بود؟ کم و بیش میگن که در زمینه هند یا زمینه خاور بود و از اون زمینه به سراسر دنیا پخش شد. البته از اون زمانی که رشته قصه شناسی به این اصطلاح به وجود آمد، از حدود 200 سال پیش، زمان برادران گریم در آلمان بود، همیشه کوشش کردند که اطلاع بگیرند قصه از کدوم راه سراسر دنیا پخش شده. از راه ادبیات، از راه ادبیات شفاهی. و ما بعد از این دو قرن که رشته قصه شناسی وجود داره، کوشش میکنیم تمام اطلاعات که تا به حال درست کردن، پیدا کردن، در قالب یه دارالمعارف جمع آوری میکنیم. و این کاری که در همون مرکز داریم میکنیم؟ بله، در همین مرکز. وقتی اطلاعاتی که جمع میکنین پروفسور، چطوری اون وقت شما اینا رو طبقه بندی میکنین؟ بر اساس مثلا موضوعیه، بر اساس شخصیت داستان هاست، و چون مال کشورهای مختلف شما جمع آوری میکنین؟ خب ببینید، ما یه برنامه داریم در همون در اون دارتال معرف قصه. برنامه شامل حدود 3600 مقاله هست که حدود یه قسمت، یه سوم اونها در ارتباط با قصه های بین المللی هست. یه سیستم طبقه بندی وجود داره که در حدود 100 سال پیش از طرف پژوهشگران فینلاندی اختراع شده است و قصه های بین المللی از نظر موضوع طبقه بندی کردن. اونا گفتند مثلا حدود 2000 قصه سراسر دنیا در بین بیشتر مردم و اقوام وجود داره. یک قسمت مثلا قصه های حیوانات هست، یک قسمت نمیدونم قصه های جادویی هست، یک قسمت هم لطیفه و شوخی و مطالب دیگر. گفتن هر قصه که لااقل در بین 3 اقوام مختلف وجود داره، ما کد میذاریم، شماره داره. از شماره اول تا 300 مثلا میگن قصه های حیوانات وجود داره. و اون شماره ها که دانشجویان ما هم به زودی یاد میگیرن، مثلا قصه الان چی بگم، قصه شنگول منگول، کد 123، یعنی 1 و 2 و 3 داره. ما بر طبق این کدگذاری تمام متون قصه ها تو آرشیو گذاشتیم و الان مثلا توی آرشیو ما یه پرونده هست به همون کد 1 و 2 و 3 که اگه اونو باز میکنیم تعداد زیادی از قصه ها رو، یعنی اصلا متون مختلف، واریانت های
اون قصه پیدا میکنیم و اونو ارزیابی میکنیم، تحلیل میکنیم و از اون تحلیل به قالب مقاله برسیم که مقاله تمام اطلاعات راجع به اون قصه. اون وقت اینها در دسترس عموم هست؟ یعنی در جایی هست؟ حتما در دسترس. به چه زبانهایی؟ زبانهای مختلف دنیا. ما اصلا یعنی از طریق اینترنت در دسترس هست یا اینکه به صورت کتاب چاپ میکنید و پخش میفروشید؟ دارالدار معارف ما به قالب کتاب چاپ میشود و منتشر شده است تا اون زمانی که شروع شد به امروز. الان 35 سال گذشت، یعنی از حدود سال 75 میلادی شروع شد و کتاب در حدود 1000 نسخه در سراسر دنیا در کتابخانه‌های بزرگ دنیا وجود داره. آن شما خودتون متخصص در واقع افسانه‌های ایرانی هستید که تو این زمینه تحقیق کردید و کار کردید. حالا در این پژوهشی که شما می‌کنید، در این دایره المعارفی که شما منتشر می‌کنید، سهم قصه‌ها و افسانه‌های ایران چقدره؟ سهم قصه‌های ایران در همون تعداد که سهم قصه‌های کشورهای دیگه. ما کوشش می‌کنیم که هیچ تمرکز در یکی از جاهای دنیا انجام نمی‌دیم. یعنی اصلاً حق هر کشور، حق هر فرهنگ دنیا یکی است. اگه ایران باشه، اگه آفریقا باشه، کشورهای آفریقا، اگه کشور دیگه باشه. البته باید گفت که ایران به سبب فرهنگ قدیم آن یه خب سهم شاید بزرگتر از کشورهای دیگه داره، چون چندین قصه وجود داره که اصلا به ریشه قدیم برمیگذاره و از اون نسبت شاید هم سهم ایران در قالب مقاله‌ها یک کمی بیشتره. شما در قصه های ایران، در افسانه های ایران وقتی نگاه میکنید و شما شخصا که پژوهش کردید، بین افسانه های قبل از اسلام و بعد از اسلام چه تفاوت هایی میبینید؟ خب قبل از اسلام همونطوری که ما میدونیم بیشتر متون قصه البته قصه های پهلوانان بود. همونطوری که توی شاهنامه ذکر شده است. البته یه چیزی خیلی مهم هست که اصلا بین قصه های قبل از اسلام و بعد از اسلام فرق نمی کند، اون است که اصلا تأثیر دین و مذهب در قصه ها خیلی کمه. یک الگویی داره قصه ها و هم نه فقط قصه های ایران بلکه هم قصه های سراسر دنیا که با همون دین و مذهب رسمی کاری نداره. بیشتر الگوی خوب و بد و رقابت و دشمنی ها بین خوب و بد انجام می شود که البته قهرمان قصه همیشه همون الگوی خوب هست و کوشش می کنه تا به آخر قصه هم تمام چیزهای خوبی انجام می دهد و البته قوت های بد نابود بشود. یعنی این رو شما مشترک می‌بینید بین افسانه‌های کشورهای مختلف؟ بله بله. این که میگید که مثلا مذهب رسمی تأثیری نداشته، آیا واقعا یعنی تا چه اندازه تأثیر نداشته؟ چون به هر حال یک قصه ها و افسانه هایی هست که با بعضی از روش ها و دستورالعمل های دینی به خصوص در اسلام منافات داره. خب البته ما یه قسمت از قصه هایی داریم که اصلا میگن قصه های دینی هستن که نمیدونم حضرت علی اونجا وجود داره یا حضرت خضر به عنوان کمک کننده کار داره، ولی این قصه های مذهبی به همون معنی خاص خیلی کم وجود دارن و بیشتر هم از طرف ادبیات پخش شده است. در بین مردم قصه های عامیانه به این اصطلاح اصلا رابطه با دین خیلی کم داره، بیشتر به این معنی که اصلا درباره کارهای خوب و رسیدن به بخت کار میکنن. نقش حیوانات در افسانه ها چقدر؟ به نظر میرسه خیلی زیاد باشه. بله بله، و هم یه موضوع خیلی جالبه.
بخش حیوانات همیشه وجود داره. البته ببینید مردم در قصه ها نه فقط به طور چی بگیم مستقیم قصه ها رو گفتن. اگه درباره شاه باشه، اگه درباره شخصیت های بزرگ بود، شاید هم زمانی مشکل بود که نتونستند به راستی و درستی و این کار رو به طور مستقیم قصه بگن. پس دست به دامن حیوانات شد، تصمیم گفتن به جای شاه ما بگیم نمیدونم یه حیوانات رو انتخاب کردن و به جای هیلگر مثلا گفتن روباه، به جای دشمن گفتن گرگ، و به جای پادشاه گفتن شیر. این یک تأثیری هست که هم در قصه‌های سراسر دنیا وجود داره. در کجا این قصه ها که در مورد حیوانات بیشتر برجسته است؟ مثلا ما مثلا کلیر دمنه داریم که به هر حال اصل منشأش هندیه، ولی بالاخره در ایران که اومد یک فصل های باب هایی به قول خودشون به کلیر دمنه اضافه شد در ترجمه ای که برزوی طبیب کرد از کلیر دمنه. این اتفاق در جاهای دیگه هم افتاده، مثلا فرض کن که یک قصه رو از یک خلق و مردم دیگه ای بگیرن ترجمه بکنن و به طور ملیش بکنن یا بومیش بکنن. البته کلیل و دمه یکی از مهمترین مجموعه قصه سراسر دنیا هست. به جای کلیل و دمه ما چند مجموعه داریم که هم تا اندازه ریشه هندی یا ایرانی داره، از قبیل توتی‌نامه که بر میگرده به ریشه هندی در کتاب شوکا سپتاتی، یا هم کتاب هزاره شب که تا اندازه هم ریشه هندی داره. البته همونطور که ما میدونیم قالب قدیمتر از همه یه قالب ایرانی بوده، که میران قهرمانان قصه شاه سمرقند بوده و قصه گوی هزاره شب هم شهرزاد بر آره شهرزاد که مشهوره. البته همونطوری که شما فرمودید قصه های حیوانات در جاهای دیگه هم وجود داره و یکی از مجموعه های تأثیر داره در سنت اروپایی، خصوصا همون رمان رنار هست. این قصه های روباه که با پادشاه و گرگ همیشه در رقابت، این قصه ها هم در سراسر اروپا خصوصا به زبان های مختلف ترجمه شده است. شما صحبت از شهرزاد کردید و قصه هزار و یک شب، شما در یونسکو یک گرد همایی برگزار کردین سر این مسئله، ولی اسمش رو گذاشته بودین شب های عربی و این به ایرانی ها برخورده بود. چرا اسمش رو از شب های عربی گذاشتید؟ آقا این یه مسئله سوء تفاهمه، سوء تفاهم به این نظر که من کارهایی که من در برای هزاره شب انجام دادم به زبان انگلیسی بود. در بین انگلیس ها هزاره شب همیشه و همیشه به اسم Arabian Nights شناخته شده است. این البته برمیگرده به اولین ترجمه هزاره شب از زبان فرانسه به انگلیسی در حدود 300 سال پیش که گفتند The Arabian Nights Entertainments. و سوء تفاهم اون است که Arabian Nights به هیچ وجه نباید شبهای عربی ترجمه بشود، ولی همیشه و همیشه باید به هزاره شب به فارسی برگردونده. یکی از شخصیت هایی که مشترکه به خصوص در آسیای میانه و البته در ایران شخصیت ملا نصرالدینه که یکی از این افسانه هایی هستش که به هر حال خیلی پند و اندرز گوه به طریقی. این یعنی شخصیتش چقدر مشترکه ملا نصرالدین به غیر از ایران و آسیای میانه، در جاهای دیگه هم هست؟ بله بله، جاهای دیگه زیاد هست، زیاد وجود داره و اتفاقا ملا نصرالدین هم موضوع اولین کار من بود که هم در زمان دانشجویی انجام دادم. یک کار کوچکی بود که البته بعدا همیشه هم شیفته شخصیت ملا نصرالدین بودم و کارهای زیادی انجام دادم. ملا نصرالدین یعنی قصه های او برمیگرده به زمان، شاید هم بگیم به زمان هزار سال پیش،
یه شخصیت در بین عرب وجود داشت به اسم جوها و قصه های جوها مشهور بود، هم در کتاب الفهرست مال ابن ندیم ذکر شده است که در حدود 1000 سال پیش وجود داشت و بعداً به اقوام مختلف دنیای اسلام پخش شده است. قصه های ملا نصرالدین ما البته فقط شاید بگیم از 200 سال پیش داریم تأثیر اون در ادبیات ایران، که قبلا هم مثلا در مثنوی رومی ما شخصیت داشتیم به اسم جوهی. جوهی کیست؟ یعنی جوهی همون جوهای عرب است که البته به سبب وزن شهر جوها رو ترجمه کردن به جوهی. اون چیزی که هم خیلی جالب است که مهمترین و شاید شناخته ترین قصه ها و شوخی های ملا نصرالدین هم ریشه ادبیات عرب داره، ریشه در ادبیات عرب داره. یک قصه هست که همشون میشناسن، قصه که ملا در منبر وعظ میکنه و از مردم میپرسه شما میدونید من چه خواهم گفت، و اونا اول میگن بله ما میدونیم، شما میدونید چی بگن؟ بعدا ملا گفت که خب شما که میدونید من اصلا واجب نیست لازم نیست. هفته دیگه میگه خب شما میدونید من چه خواهم گفت، اونا میگن نه ما نمیدونیم. پس میگه شما انقدر نادان هستین که اصلا فایده نداره من به شما چیزی بگم. هفته بعد بازم میگن، نصفشون میگن بله، نصفشون میگن خیر. پس چی میگه؟ ملا میگه خب اونهایی که میدونن میتونن به اونها بگن که نمیدونن، پس دیگه فایده نداره من چیزی بگم. خب این قصه خیلی جالب است. بله، خیلی جالب است. آره، تیزبینی ملا. بله، و اون چیزی که برای من از همون دیدگاه تخصص در تاریخ ادبیات که جالب است، این برمیگرده به یک کتاب که در حدود 1100 سال پیش نوشته شده است، و البته اون زمان در قصه درباره ملا نصرالدین نگفتن، هم درباره جوها نگفتن، یه شخصیت دیگه بود، یکی از شخصیت های به اصطلاح احمق نادان در کشور یمن. ولی ملا نصرالدین خصوصا در ادبیات عرب و ادبیات ترک و البته ادبیات ایران آنقدر قوی شد در بین مردم، آنقدر شخصیتش عوض شد، از یک شخصیت نادان به یک شخصیت بسیار دانا تبدیل شد. بله، بله، و علاوه بر آن هم یک شخصیتی شد که مردم او را خیلی دوست داشتن و هرچه بیشتر قصه ها و شوخی های مختلف به اصطلاح چسبیدند به اون، که شاید گفت نمیدونم در 200 سال پیش شاید 50 قصه درباره ملا نصرالدین وجود داشت، الان شد 200 یا 300 یا هم بیشتر. این اصولا یک چیزی هستش که در مورد همه مردم کشورهای مختلف وجود داره. بله، که یک چیزی پیدا میشه بعدن بهش ملحق میکنن. آره، قصه های آره. بیشتر. شما پروفسور در جایی گفتید به نوعی انتقاد کردید از ایرانی ها که خیلی در قید و بند تحقیق و چاپ کتاب ها و متون های قدیمی نبودند و این غربی ها بودن و اصولا ایران شناس های خارجی بودن که مقداری دست به تحقیق و چاپ کتاب هایی زدن. از جمله یک در جای میگین که در ایران به این دلیل شاهنامه را به صورت چاپ سنگی منتشر کردند که 2 یا 3 سال پیش از آن اولین چاپ سنگی فارسی شاهنامه در هند چاپ شده بود. اگر این کارها را نمی کردن در ایران هیچ وقت کسی به این فکر نمی افتاد که 1001 شب یا شاهنامه را چاپ بکنند. شما فکر می‌کنید این اوضاع عوض شده؟ من بود که گفتم. ظاهراً شما گفتید. عجب. نه، این چیزی که درباره شاهنامه و چاپ شاهنامه برای من اصلا شگفت‌انگیز بود، من همیشه تو فکر بودم که شاهنامه یک کار آنقدر بزرگ است که حتماً موقع که چاپ، یعنی اصلا طرز چاپ ایران رسید، اول کتاب که میخوان چاپ کنند شاهنامه باشد. زمان ناصرالدین شاه بود و اثری از شاهنامه اول نبود. اولین کتاب و اولین کتاب برجسته که در اون زمان چاپ کردن خمسه نظامی بود. عجب. و به این دلیل گفتم که بعد از اون که اولین بار در
هندوستان چاپ شده، بعد متوجه شدن که خب طرز چاپ شاهنامه آنقدر بد هم نیست، یعنی بعد نسبت به دست نویس شاهنامه، و بعدا تصمیم گرفتن خب ما اونو هم چاپ میکنیم. ولی در مرحله اول در اون فکر نبودن. همون زمانی که چاپ رسید به کشور ایران هم تو فکر نبودن که هزار یک شب رو چاپ کنن. اول خب ترجمه نداشتن، باید ترجمه درست بشه، و ناصرالدین شاه خودش هم دستور داد که اولین بار هزار یک شب را از زبان عربی به فارسی برگردوندند. سال 1259 بود که ترجمه سال 61 هم درست شده بود، و اون زمان به بعد البته چاپ کردن. ولی در این حال هم دست نویس شده، یعنی دست نویس کنار چاپ سنگی هم درست کردن. بسیار خوب. در حال حاضر، یعنی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، کار برای محققانی مثل شما در زمینه‌های افسانه‌ها و اسطوره‌ها چقدر مشکل‌تر شده؟ چون بسیاری گلایه می‌کنن که به هر حال نگرش دولتی و رسمی نظام نسبت به این گونه مسائل خیلی مثبت نیست، به دلیل اینکه قصه شاهان و قصه باده‌گساری‌های تو این قصه‌های عامیانه هست و این چه چیزایی هستش که با مرام و روش نظام حاکم بر ایران نمی‌خوره، در نتیجه خیلی تمایل ندارم برای این کار تحقیقی. خب راست میگین، ولی به هر حال هم میخواستم بگم که کار قصه ها و چاپ قصه ها همیشه دشوار بود. در زمینه قصه های ایرانی یه قصه هست، یعنی خود یه پیش آمد هست که گفتن در زمان کوهی کرمانی که یکی از متخصصین قصه زمان پهلوی بوده، او خواست اولین کتاب رو منتشر کنه درباره قصه ایرانی، و همیشه توی قصه ها از شاه صحبت میکنن، مانع شدن و مجبور شد که به جای شاه بگه تاجر باشی مثلا. یعنی اون دلیل است که هم در زمان شاه اصلا پخش قصه ها در ایران یه مشکلی بود. بعد از انقلاب البته یه زمانی بود که ما هیچ ارتباط با کشور نداشتیم، اصلا اجازه نداشتیم بریم اونجا، ولی چیزی هم برای ما باعث شادمانی شد که در حدود 15 سال پیش یک کتابی در ایران منتشر کردم، قصه های مشتیرین خانم، که البته کار من نبود، من فقط پخش کردم، منتشر کردم. قصه هایی بود که از طرف یک خارشناس انگلیسی، الویل ساتون، که کرسی ایران شناسی در ادینبورگ داشت، اون قصه ها را جمع آوری کرده در زمان اواخر جنگ جهانی دوم در ایران. اون قصه ها البته قصه های عادی نبود، قصه هایی بود که خود الویل ساتون به زبان روزمره تهران، یعنی اصلا زبان مردم، یادداشت کرده بود، و ما کوشش کردیم به همون لفظ مردمی اونو چاپ کردیم. یعنی اصلا هیچ دخالت در خود متن، نه از موضوع، نه از طرف موضوع، نه از طرف زبان نکردیم. چیزی که باعث شادمانی شد که این کتاب آنقدر مردم اونو دوست داشتند که تا به حال رسید به چاپ ششم، و در حدود 20,000 نسخه از اون کتاب چاپ شده و پخش شده است در ایران. و اصولا الان در مورد تحقیق در این زمینه ها شما مشکلی ندارید در ایران؟ یا محققان ایرانی که تحقیق میکنن مشکل ندارن؟ من خودم مشکلی ندارم، دوستان خوشبختانه هم مشکلی ندارن، به جز یک چیز که من هم قبلا هم بیشتر از اون ذکر کردم، که به نظر من در ایران یه مرضی وجود داره. مرض چیه؟ اون مرض، مرض ویرایشه. ویرایش، البته اونهایی که این کار رو دوست ندارن شاید هم بگن خودسانسوره، یه نوع خودسانسور قبل از انتشار، که مؤلفین خب فرض میکنن که شاید یه چیزی تو کتاب من وجود داشت باشه که از طرف وزارت ارشاد دوست نخواهند داشت، و خودش هم حذف میکنه.
و یا در زمین قصه های عامیانه هم اصلا جرأت ندارن قصه ها به همون لفظ مردمی چاپ میکنن، همیشه ویرایشش میکنن به این معنی که از زبان روزمره یه زبان ادبی از قالب اصلیش در میارن در واقع. بله بله، این واقعا یه مرضه، چون اصلا اصولت قصه به این رو از بین میره. این خیلی خیلی حیفه و این واقعا آرزو دارم که مؤلفین و هم مسئولین در از طرف وزارت جرأت دارن اصلا جا بدهند به زبان خود مردم ایران. خیلی متشکرم پروفسور اولریش مارزولف از شرکتون در برنامه به وارد. خیلی ممنون. ممنون از شما. متشکرم.